یک فیلم ایرانی ترسناک با کیفیت هالیوودی. گلاسیا سلام. امروز اومدم یه فیلم براتون بذارم که مدت‌ها بود می‌خواستم قرار بدم، وقت نمی‌کردم ببینمش. فیلم Under the Shadow یا زیر سایه، که یک فیلم ایرانی ساخته بابک انواری ولی خارج از ایران ساخته شده. شخصیت اصلیش خانم نرگس رشیدیه و به نظرم استوری خیلی خفنی داره. نمره راتن تومیتوس این فیلم کلا 98 99 باشه روی صفحه می‌نویسم، ولی دیگه خود ببین چقدر خفنه که همچین نمره‌ای رو گرفته. سبکش هم روانشناختیه، یعنی قطعا 90 درصد چیزایی که میبینیم استعاری هستن که آخر فیلم در موردشون صحبت میکنیم. بریم ما فیلمو ببینیم، حواستون به سپور کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم میریم به اواخر دهه 50 ایران، یعنی دورانی که جنگ دیگه آخرشه. شخصیت اصلیمون یعنی شیده رو میبینیم. رفته به یه دانشگاه و داره با رئیس اونجا صحبت میکنه، چون به خاطر فعالیت‌های سیاسی که قبلا داشته ممنوع التحصیل شده. میخواد کار کنه که این قضیه بررسی شه، اما خب رئیس اونجا میگه باید بیخیال بشی چون هیچ وقت این اتفاق نمیفته. این تقاص انتخابی است که دوران سیاستت کرده بودی. برمیگره به خونه‌شون و میره خونه یکی از همسایه‌ها به اسم خانم فکوری. میبینیم که دخترش به اسم دورسا رو داشته اینجا که بمونه تا بره کاراشو انجام بده، و بعد از اینکه به خانم فکوری میگه دانشگاهش اوکی نشده، دورسا رو برمی‌داره و میره به واحد خودشون. میبینیم که شیده یک کتاب پزشکی بررشته که انگاری آرزوش همین رشته بوده. این کتاب مادرش بهش هدیه داده و متنی هم اول کتاب نوشته، مادری که حالا به تازگی از دست دادتش. بعدم کتابو توی یکی از کشوهای خودش میذاره و قفلش میکنه و کلیدم میذاره بالای کمد. همین لحظه همسرش ایرج هم میاد خونه و خب قضیه رو بهش میگه که دانشگاهش اوکی نشده. اونم یکم ناراحت میشه اما میگه نگران نباش، درستش میکنیم. همین لحظه صدای آژیر خطر شنیده میشه و سریع این خانواده پناهگاه زیرزمینی میرن که اعضای دیگه ساختمون هم اومدن. اینجا میفهمیم یکی از همسایه‌ها یه پسر جدید اومده باشون زندگی کنه که خواهرزاده‌اش بوده و خب بعد از اینکه پدر و مادرش رو از دست داده حالا اومده پیش اینا. اسم این پسر هم مهدیه که میاد یه طرف دورسا و یه عروسک خیلی کوچیک و عجیب بهش میده. نصف شب که همه خوابن یه دفعه دورسا بیدار میشه و به پدرش میگه کابوس دیدم. سر میز صبحونه هم دارن در مورد همون کابوس صحبت میکنن که خب شیده هم میاد کنارشون میشینه و دخترش میگه که نگران نباش، ما همیشه پیشتیم. ایرج یه رفعه به خانوادش خبر میده که به جنگ اعزام شده و خب این خیلی شیده رو به هم میریزه و بهش میگه چرا قبلتر بهم نگفته بودی. برای بدون که حرف بزنه میره بیرون و میبینیم که مثل خیلی زنهای عادی خانه‌دار شروع میکنه به دیدن یه ویدیو ورزشی و تمرین کردن جلوی تلویزیون. ساعتی بعد از پنجره میبینه که دورسا رفته تو حیاط با بچهای همسایه بازی میکنه و همون همسایه جدید یعنی مهدی هم کنارشونه. بعدم که ایرج میاد خونه و میگه به ایلام اعزام شدم، یعنی جایی که قشنگ وسط جنگه. یه بحثی هم بین اون و شیده شکل میگیره، به خاطر اینکه میفهمیم کار ایرج هم پزشکی، همون چیزی که همیشه رویای شیده بوده. و خب بحث میکنن که شیده میگه من به خاطر تو که نمیخواستی درس بخونم، به خاطر اینکه مجبور شدم بچه داری بکنم، هدفام و رویاهامو کنار گذاشتم. تو هم میتونی الان پزشکی تو کنار بذاری و کنار خانواده‌ات بمونی، اما این کارو انجام نمیدی. وسط این بحثشون هم یه رفیق شیده عروسی که مهدی به دورسا داده بود میبینه و خب برش میداره و میندازتش توی سطل آشغال. خلاصه وقتی دعواشون تموم میشه، ایرج با چسب پنجره ها رو محکم کنه که یه موقع شیشه هاشون نشکنه و بعد خداحافظی با خانواده‌اش عازم جنگ میشه. شب شده، شیده خوابه که یه رفیق صدای دخترش رو میشنوه که صداش میکنه و میگه تختم خیس شده. با عصبانیت میره اونجا و دعواش میکنه که چرا با این سنه داری تختو خیس میکنی. دورسا هم میگه کابوس دیدم، حالم خوب نبود و میرم به اتاق دیگه. صبح که میشه، شیده با دخترش حرف میزنه و میگه چرا انقدر جدیدم میترسی، چی شده که انقدر وحشت زده یا حتی تختم خیس میکنی؟ دورسا هم میگه مهدی بهم یه چیزی گفت، در مورد جنا صحبت کرد و گفت اونا دارن میان اینجا، قراره بهمون آسیبی بزنن. بعدم بهم یه عروسک داد که ازم میگفت محافظت میکنه، اما هرچی میگردم عروسک رو پیداش نمیکنم. شیده هم با عصبانیت میره در خونه همسایه رو میزنه و به زن خونه میگه که این خواهرزادتون یعنی همون مهدی اومده به دختر من در مورد جن و این چیزا حرف زد و ترسوندتش، بگید این کارو نکنه. اونم میگه که نه اصلا غیر ممکنه. شیده میگه چرا؟ و اون میگه چون اصلا مهدی لاله، هیچ صحبتی نمیکنه. پدر و مادر جلوی چشماش به این رفتن و بعد از اون خیلی وحشت زده است و نمیتونه حرف بزنه. وقتی دوباره شیده میگه که پکی از جن صحبت کرده، زن خانواده انگاری او به هم میریزه، عصبانی میشه و میگه هیچ وقت اسم اینا رو نیار چون خیلی خطرناکه. شیده سردرگم و ساعتی بعد میبینه که دورسا یه رفعه حیات میاد بالا و میگه همسایه گفت که دیگه نباید با مهدی بازی کنیم. برام پنجره میبینه که مهدی جلوی یه گربه نشسته و انگاری داره باهاش حرف میزنه. اینجا باید یه اشاره بکنم که دورسا یه عروسک داره و اسمش گذاشته کیمیا و خیلی دوستش داره و کلا همه جا همراه خودش میبرتش. الان هم نشسته همراه مادرش و این عروسک یعنی کیمیا دارن خاله بازی میکنن. تلفن خونه زنگ میخوره و شیده جواب میده و میبینه همسرش ایرج پشت خطه. بهشون میگه که عراقی‌ها دارن
مستقیم از عراق به تهران موشک میزنن. برای همینم باید همین الان جمع کنید و برید پیش پدر و مادر من توی شمال، فقط اونجا جاتون امنه. شیده میگه که دوست ندارم خونمونو تنها بذارم و بهش فکر میکنم، ولی الان نمیخوام این کارو انجام بدم. بعدم از رادیو مطمئن میشه که واقعا عراق داره مستقیما تهران رو میزنه. حالا دورسان با عروسکش اومده و هم میگه بیا بازی کنیم، بیا خاله بازی کنیم، و یه رفعه شیده عصبانی میشه، عروسکو پرت میکنه اونور و میگه بازی تمومه، بهت گفتم دیگه اینقدر مزاحم من نشو. البته که یکم میگذره و بعد میره دل دخترش در میاره. یه دفعه صداهای وحشتناکی از موشک میاد و صدای آژیر خطرم دوباره پخش میشه. میخوان دو تا برم به پناهگاه که دورسان میگه عروسکم کیمیا رو جا گذاشتم و برمیگره توی ساختمون. میدوه توی اتاقش که انگار یه موشک مستقیم به ساختمون میخوره و همه جا میلرزه. در حالی که شیده با وحشت برمیگره تا دنبال دخترش دورسا بیاد، همسایه بالایشون یه دختری که داره داد میزنه برن کمکشون چون حال پدرش خوب نیست. دیدم بالاخره دخترش دورسا رو به هوش میاره و همین که بیدار میشه مادرش رو بغل میکنه و داد میزنه دیدمشون، اونا تو اتاقم بودن و خیلی وحشتناکن. یه دفعه همسایه هایی که رفته بودن کمک طبقه بالایی میان داخل و به شیده میگن که بودو تو پزشکی خوندی، برو پدر این همسایه بالایی رو خوب بکنش، تو میتونی درمانش کنی. شیده هم نگران، خانم فکوری میاد دورسا رو نگه میداره و شیده میدوه طبقه بالا. به محض ورودم خشکش میزنه. روی سقف این واحد یه موشک وارد شده و انگاری نترکیده، فقط همونجا ثابت مونده. به هر حال پدر این زن رو میبینه، میره سمتش و میخواد بدنش رو زمین، سعی میکنه بهش سی پی آر بزنه که خب البته تأثیری نداره و پدر از دست میره. مدت دیگه گذشته و خب نیروهای امدادم سر رسیدن. بعد از اینکه جنازه طبقه بالایی رو هم با خودشون میبرن، موفق میشن که بمب بالا رو خونسا بکنن و با یه جرثقیل ثقیل از اونجا برش دارن. شیدم به همریخس و به خانم فکوری میگه کاش درس پزشکی میتونستم بخونم، اگه بلد بودم شاید میتونستم الان مردو نجاتش بدم. خانم فکوری هم میگه بالاخره درست میشه و یه روز میتونی بری دنبالش. وسط این صحبت ها مهدی هم میبینیم که به دورسا زل زده و سر جاش وایساده. وقتی واحدشون برمیگردن میبینن سقف واحد خودشون هم ترک خورده و دورسا میاد طرف مادرش و میگه عروسکم کیمیا گم شده، هرچی میگردم پیداش نمیکنم. شیدم میگره و موفق نمیشه. حالا میفهمه که دخترش به شدت تب کرده و خب نمیخوابونه روی تخت، بلکه یکم بهتر شه. نیروهای امدادم میبینیم که روی سقف خونه که موشک واردش شده بود یه پارچه میکشن که یه موقع آبی چیزی نریزه. روز بعدی میرسه و شیله دوباره زندگی روزمره‌اش رو داره، ورزش میکنه جلوی تلویزیون، بعدم شب میشه و میره بخوابه. یه دفعه دورسا رو جلوش میبینه و از جاش بلند میشه. دورسا میگه دوباره کابوس دیدم و مادرش هم اونو در آغوش میگیره. در حالی که داره تکونش میده تا بخوابه، یه دفعه پایین نگاه میکنه و میبینه هیچ خبری از دورسا نیست، انگاری همش توهم بوده. چشمش باز میکنه و دوباره از جاش بلند میشه و صدای از بیرون میاد. میدوه اونوری و میبینه که دورسا میخواد به زور درو باز کنه. بهش میگه که داری چیکار میکنی؟ و دورسا هم میگه میخوام برم طبقه بالا، میدونم اون جنا کیمیا رو بردن اونجا و دارن نگهش میدارن. بالاخره مادرشون آروم میکنه و میریم به روز بعدی. این بار که شیده میخواد طبق معمول ورزش کنه، میبینه دیگه اون نوار ویدیوش اصلا نیست. از دورسان سوال میکنه و میگه به خدا من بر نداشتم. کسی در میزنه و وقتی که بازش میکنه میبینه همون دختر طبقه بالا، دختری که اومده و میخواد خدافظی بکنه. میگه ما داریم میریم کردستان، میخوام برای همیشه از این خونه برم. اون میپرسه چرا و دختر جواب میده که این خونه جن داره. قبل از اینکه اون موشک به ساختمون بخوره، بابام خواست براش آب بیارم، وقتی آوردم به پشت سرم زل زده بود. انگار دفعه چیز وحشتناکی دید و همونجا تموم کرد. شیده بازم باور نداره و میگه نه، پدرت به خاطر شوک اون موشک بود که تموم کردش. اما خب این زن قبول نداره و با برداشتن اساسش از خونه میره. امشب هم دوباره آژیر خطر میزنن و در حالی که پناه گرفتن، شیده به خانم فکوری میگه که همسایه‌شون رفته. خانم فکوری هم میگه منم خیلی به شوهرم گفتم، فقط الان منتظریم کارامون رو راست درست کنیم و فقط از این خراب شده بریم. شب شده، شیده خوابیده که رفه چشماشو باز میکنه و میبینه ایرج برگشته و کنارش خوابیده. هنوز تو همون خوابی داره، میگه دلم برات تنگ شده بود، که با صدای ایرج یعفی شوکه میشه. مرد با رفتاری فوق‌العاده وحشتناک رفیع به شیده حمله میکنه و اونو میکشینه سمت خودش. زن با هر زحمتی که هست از اون زیر فرار میکنه و میره دورسا رو برداره که میبینه روی صندلی نشسته و انگاری داره با یه نفر دیگه خاله بازی میکنه. بعدم سر مادرش داد میزنه و میگه بازی تموم نشده. و میبینیم که حالا همسایه‌ها رو آورده پایین تا واحدو بگردن. همسایه‌ام هم میگرده، همسر خانم فکوری هم هست، اما هیچ کسی رو پیدا نمیکنه و میگه فقط کابوس دیدی، کسی نمیره داخل اینجا. یه روز دیگه هم میگذره. شیده توی آشپزخونه داره کار میکنه که متوجه میشه اون ویدیو ورزشی که دنبالش میگشت توی سطل آشغال افتاده و داغون شده. با عصبانیت میاد دورسا رو دعوا کنه که میبینه توی خونه نیست و صدای طبقه بالا میاد. سریع پله ها میره و میبینه که دورسا پشت در طبقه بالایی رو داره محکم میکوبه به اونجا. میگه چیکار میکنی؟ و دورسا هم میگه فقط میخوام عروسکم کیمیا رو پس بگیرم. انقدر جیغ و داد میکنه که مادر جلو دهنش رو میگیره و خب متوجه میشیم بچه یکی از همسایه ها هم این صداها رو شنیده. این دختر همون همسایه ای هست که خواهرزادش میشه مهدی. اینم باید بگم که همین خانواده ای که مهدی هم باهاشونه صاحب کل ساختمونن.
برای همین هم شیده وقت اجاره خونهشون رسید و با پولی که همترش گذاشته میره تا اجاره رو پرداخت بکنه. مادر خانواده هم گیرنده بیا داخل یه چایی بخوریم و اونم میره. یکم دارن صحبت میکنن و شیده به حال بعد دخترش اشاره میکنه. این زنم میگه جدیدن مهدی هم خیلی بیقراری میکنه، اما نمیدونم دلیلش چیه چون اصلا تب نداره مثل دخترتو. بعدم میگه این مهدی کلا نحسی به خونه ما آورد، من مطمئنم اصلا به خاطر همون بود که موشک به طبقه بالامون هم برخورد کرد. الان یه مدت حس میکنم جن و روح حتی دنبالشن و الان وارد ساختمونمون شدن. بعدم میگه جنا با باد این ور اون ور میرن و دنبال قربانی ها برای خودشون میگردن. الانم مطمئنم درسای بلایی سرش اومده، ولی چرا باید میرفت طبقه بالا و شروع میکرد به در زدن؟ پس باید خیلی بیشتر مراقب خودت و دخترت باشی. بعدم که میفهمه درسا عروسکش کیمیا رو گم کرده، میگه پس اونا شما رو نشون کردن، مهم نیست کجا برید، هر چقدر فاصله بگیرید باز دنبالتون میان. شیده خونه خارج بیشومی رو به خونه خانم فکوری که دخترش درسا رو گذاشته اونجا. میفهمه خانم فکوری و همسرش هم امشب قراره که کلا از شهر برن. شیده از کتابخونه خانم فکوری کتاب اهل هوا رو قرض میگیره، کتابی که در مورد جن هاست که توی جنوبم نوشته شده. خانم فکوری هم که انگار اعتقادی به این چیزا زیاد نداره، میگه ببین مراقب چیزایی که میخونی باش، آدم خیلی راحت میدونه چیزهایی که غیر قابل باورن و باورشون بکنه. نصف شب خانواده خانم فکوری از ساختمون میرن. شیده خوابیده که یه دفعه با صدای بیدار میشه، نگاهش پنجره میفته و میره سمتش که یه دفعه دستی از اون تو میاد بیرون و میگیرتش. چشمشو باز میکنه و میبینه یه کابوس بوده. به پنجره نگاه میکنه و حالا حس میکنه که یه چیزی با باد از جلوی پنجره میگذره. روز بعدی شیده داره ورزش میکنه برای خودش که این فهمه حال درسا از قبل هم بدتر شده. برای همین ورزش پیش یکی از دانشجوهای قدیمی که همکلاسی بودن و الان یه دکتر خیلی معروف شده. اونم بررسی میکنه و میگه درست دختر تب داره، اما هیچ آثاری از چرک و این چیزا نیستش. بعدم تنهایی باهاش صحبت میکنه و میگه مطمئن شرایط خونتون خوبه، یه وقتایی مشکلات عصبی باعث این تب کردن میشه. و خب شیده هم میگه نه هیچ مشکلی نداریم و همه چیز اوکیه. تو راه برگشت درسا صندلی عقب خوابیده که یه رفعه شیده مهدی رو میبینه که وسط خیابون وایساده، یه جای خیلی دور از خونه. میزنه بغل و بهش میگه میخوای برسونم تو. مهدی هم سرشو تکون میده، میشینه توی ماشین و به سمت خونه حرکت میکنن که یه لحظه متوجه میشه مهدی برگشته سمت درسا و بهش میگه که عروسک کیمیا رو کجا گذاشتی؟ خیلی وحشت زده میشه و وقتی میرسه خونم میبینیم که خاله و شوهر خاله یه مهدی شروع میکنن به دعوا باش که کجا بودی، کجا فرار کرده بودی. بعدم به زور با کتک سوار ماشینش میکنن. در آخرم با شیده خدافظی میکنن و میگن ما هم داریم از اینجا میریم، میخوایم کلا از شهر تهران فرار کنیم. خب متوجه میشین که هیچ کسی توی ساختمون نیست و یعنی شیده و دخترش تنها ساکناشن. برای همینم به محض ورود به آپارتمانشون شیده شروع به جمع کردن لوازم میکنه. البته که درسا نمیخواد این کارو انجام بده و میگه من تا عروسکم کیمیا رو پیدا نکنم هیچ جایی نمیرم. یه لحظه هم به همون کشوش که کتاب پزشکی گذاشته بود نگاه میکنه، مطمئن میشه همونجاست و وقتی میبینه حال درسا خیلی بده و با خیلی معصومیت ازش درخواست میکنه که کیمیا رو پیدا کنن، بهش میگه باشه کمکت میکنم بگردیم، ولی به محض پیدا کردنش باید بریم شمال پیش ماهم بزرگ با بزرگت. شروع به گشتن اتاق میکنه، همه چی رو به هم میریزه، اما هیچ خبری از کیمیا نیستش. بعدم آژیر خطر میاره، مجبور میشن برن تو پناهگاه ساختمون. آخر شب هم کنار همدیگه میخوابن و دراز کشیدن که یه دفعه شیده خوشیش میزنه. پیرمرد طبقه بالایی که جونش از دست داده بود و توی چارچوب در میبینه. با وحشت از جاش بلند میشه و میدوه طرف اون. همونطور که داره دنبالش میکنه به اتاق میرسه که سقفش ترک خورده بود و میبینه که سقف انگاری باز بوده و حالا دوباره داره بسته میشه. حالا صدای دخترشو در حال صحبت با کسی میشنوه. با سرعت برمیگره به اتاق و میگه با کی حرف زدی؟ و درسا هم میگه با اون خانومه که گوشه اتاقه. خب شیده کسی رو نمیبینه، با وحشت دخترشو بغل میکنه و سریع از خونه پا به فرار میذاره. حالا این وسط که داره میدوه چون حجاب رو سرش نیست، مامورهای کمیته میبیننش و با خودشون اون رو به بازگاه میبرن. اونجا هم بهش چادر میدن که رو سرش بکشه و بعد کلی خواهش و التماس تصمیم میگیرن ولش کنن. برمیگردن به خونه و همین اول که شیده خوش توی آینه میبینه و چادر سرش، انگار یهو خیلی میترسه. وقتی دخترشو دوباره میخوابونه چسبی برمیداره و میره تو همون اتاقی که سقفش ترک خورده بود. تمام ترک ها رو چسب میزنه، انگاری فقط اینطوری میتونه اطمینان خودش رو جلب بکنه. بعدم صدای رو میشنوه و میره بیرون و میبینه که درسا داره بالای کمد دنبال کلید همون کشوی مخصوص خودش میگره که بفهمه چی توی اون قایم کرده، که البته موفق نمیشه. بعدم دوباره مادر اون رو میخوابونتش و یه رفعه صدای از بیرون میشنوه و میره دم در، از چشمی نگاه میکنه و با وحشت میبینه که یه موجود وحشتناک میدوه طبقه بالا. سری در باز میکنه و میره دنبالش و میبینه که در اتاق بالا همچنان بسته و کسی نرفته. وقتی میخواد برگره توی واحدشون میبینه همون زن وحشتناک انگاری یه چادر رو سرشه، میدوه داخل خونهشون و درو میبنده. شیده که خیلی ترسیده محکم به در میکوبه و بعد مدتی دخترش درو باز میکنه.
همه اتاقا رو میگه رو هیچ خبری از اون نیست. برمیگره پیش دخترش و میگه یه زن چادری الان نیومد تو و درسام سر تکون میده که یعنی میگه چرا اومدش. برام مادر این پرسه قبلا دیشو درسام میگه آره خیلی وقتو میاد پیشم. میخواد من باهاش برم و همیشه بهم میگه که تو نمیتونی ازم مراقبت بکنی. یه نکته همینه که حرفای درسام میفهمی میکم به مادرش شک داره و حس میکنه اون عروسکش کیمیا رو ناپدید کرده و یه جا قایمش کرده. ساعت دیگه گذشته و پای تلویزیون درسا خوابش برده و مادر داره حمام کشوها رو به هم میریزه، انگاری همچنان دنبال کیمیا میگرده. یه رفعه درسا میگه که خانم راست میگفت، باید باهاش برم، تو نمیتونی ازم مراقبت کنی. مادر با وحشیگری و عصبانیت میاد سمتش و میگه دیگه از این حرفا نزن و شروع میکنه به کتک زدنش. درسا هم با عصبانیت میاد بالا و شروع میکنه به گاز گرفتن مادر که یه رفعه صدای آژیر زنگ خطر میاد. سکانس بعد دختر خوابیده و مادرم کنارشه که یه رفعه رویای وحشتناکی میبینه. توی این رویا دخترش یه جا رو به نور وایستاده و دهنش مثل جنزده ها باز کرده. همون زن چادری هم کنارش و میاد طرف شیده. شیده بهش میگه خواهش میکنم منو به جای اون ببر و یه رفعه از خواب پا میشه که میبینه جلوی در خوابش برده. میره تو اتاق دخترش و میبینه که دختر از زیر تخت پناه گرفته و چون مادر کنارش نبوده ترسیده. با هم دیگه بلند میشن و میبینن که صدایی از اون طرف میاد. میرن به طرف اتاق دیگه که میبینن گوشی تلفن کنارش قرار داره. شیده برش میداره و صدای همسرش ایرج رو میشنوه. ایرج میگه چی شد، چرا هنوز نرفتید و این سوالا رو میپرسه و یه رفعه میگه میدونستم نمیتونی دخترم مراقبت کنی. تو دختر خراب به درد نخوری که پس هیچ کاری بر نمیای. شیده هم عصبانی میشه و بعد چند تا فوش دادن تلفنو قطع میکنه. صدای بلند دیگه ای میاد و میبینن که پشت پنجره انگاری یه چادر داره تکون میخوره. بعد مدتی شیده میره پشت بوم و میبینه که چادری که روی طبقه بالا کشیده بودن به خاطر باد کنده شده. وقتی که داخل طبقه رو نگاه میکنه همون کتاب خودش، یعنی کتاب پزشکی، میبینه که وسط اتاق قرار گرفته. با سرعت میاد داخل واحد خودش و میره سراغ کشوی خودش و همین که بازش میکنه عروسک کیمیا رو میبینه که تیکه پاره شده و اونجا قرار گرفته. متاسفانه درسته اومده اینجا و صحنه رو میبینه و حالا مطمئن میشه که مادرش کار کرده. شیده میگه ببین من هیچ کاری نکردم. اونا میخوان که تو باور کنی من آدم بدیم. میخوان همه چی بنزن گردن من که ازم متنفر شی. درسته هم میگه مگه نمیگفتی اونا الکیان؟ و شیده میگه نه واقعیان خیلی هم خطرناکن. بعدم با چسب عروسک رو میبنده و برای دخترش میبره و میبینه که همین لحظه تپش قطع میشه. دوباره صدای آژیر خطر میادش. سری میخوان جمع کنن و این بار برای همیشه از ساختمون برن. اما قبل خروجشون درسام میگه کاپشنمو جا گذاشتم و با هم دیگه برمیگردن که برش داره. شیده میره از اتاقشون یه چک بکنه که همه چیو برداشتن و وقتی که درسام میاد بیرون سرید پشت سرش راه میفته و میرن به زیر زمین و پناهگاه. در همین حال میبینیم که در خونهشون داره به شدت کوبیده میشه و صدای درسام داخل میاد که فریاد میزنه و از مادرش کمک میخواد. شیده که توی زیر زمین این صدا رو میشنوه و میفهمه کسی که کنارشه درسام نیست. با لگدونو هولش عقب و مید دو طبقه بالا صدا از اتاق خواب خودشون میاد. میره اونجا میبینه که درسا زیر تخته. دستشو میخواد بگیره و بکشتش بیرون. درسا میگه که پامو گرفته نمیذاره بیام جلو. همین که شیده میره جلوتر یه دفعه صورت درسا به یه موجود وحشتناک تبدیل میشه و میخواد شیده رو سمت خودش بکشه. اما این زن موفق میشه با زحمت خودش از اون دور کنه و سریع از ساختمون فرار کنه. صداهای وحشتناک همه جا میاد. دوباره سقف اتاق باز شده و شیده خونه خارج میشه و میدوه تو همون زیر زمین. میبینه که درسای واقعی از اول همینجا بوده و حالا یه گوشه وایساده. دیگه هم مادرش میترسه و میگه تو دوباره منو تنها گذاشتی. اون زنه راست میگفت، تو اصلا نمیتونی پس من بر بیای، نمیتونی مراقبم باشی. انگاری اون زنه پشت سرش وایساده. شیده بهش میگه ببین من نمیدونم، شاید واقعا خودم بودم که توی خواب راه رفتم و یه بلایی سر عروسکت آوردم، اما من خیلی دوستت دارم و قول میدم تا پای جونم ازت مراقبت بکنم. درسا میاد طرفش و میخواد دستشو بگیره که یه رفعه همون زن وحشتناک از پشتش میاد جلو و چادرش روی هوا پخش میکنه. چادری که حالا مثل یه مارپیچ شده و هم درسا هم مادر شیده زیر اون گیر افتادن. شیده فقط دنبال دخترش میگره و انقدر صداش میکنه و میگره تا بالاخره میبینتش و اونو به زور سمت خودش میکشه. همین که همو تو آغوش میگیرن یه رفعه چادر به یه باتلاقی تبدیل میشه و روی زمین میریزه. سری درسا رو میذاره روی پله‌ها که بره بیرون و خودش حالا پاش توی باتلاق گیر کرده. به درسا میگه برو، اما این دختر قصد این کارو نداره. به زور دست مادرش رو میگیره و با کمک اون میتونه که بکشتش بیرون. سری از ساختمون خارج میشن، توی ماشین میشینن و وقتی که شیده نمیتونه در حیاتو باز کنه با ماشین گاز میده و با شیکوندن در ازش خارج میشه. سکانس بعد میبینیم که هوا روشن و توی جاده شمالن. البته عروسک درسا یا همون کیمیا سرش سر جاش نیست و انگاری همچنان موجودات دنبالشونن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خب همونطوری که گفتم فیلم سبکش روانشناختیه، پس باید دنبال معنای اصلیش بگردیم. معنایی که دقیقا لحظه‌ای باید درکش بکنیم که شیده میره روی پشت بوم و از توی همون سقف خونه بالایی که کنده شده بود کتاب پزشکی خودش رو کف اون اتاق میبینه.
از اینجا ما میفهمیم که این جنه یه نماد میتونه باشه که به همشون داره حمله میکنه. جن نماد یه آرزوهایی هستش که یه نفر به خاطر خانواده‌اش، به خاطر شرایط کشور، به خاطر شرایط زندگی مجبور میشه فراموششون بکنه. در مورد شیده این قضیه میشه هدف و آرزویی که همیشه برای پزشک شدن داشت، چیزی که فقط مادرش انگار پشتیبانیشون کرد، چیزی که حتی همسرش هم باور نمیکنه، یعنی بهش میگه که تو فقط میخوای به خاطر حرف مامانت بری دنبال پزشکی، اصلا آرزوی خودت نبوده. اما در واقع شیده همیشه با این رویا زندگی میکرده و به خاطر بچه دار شدن مجبور شده اونو کنار بذاره. میبینیم که رفتارهای این زنم بعد از اینکه حالا الان بچهش بزرگ شده و تقریبا باید از اون مراقبت بکنه، کاملا شبیه یه زن خونه دار تیپیکاله، یه زنی که میتونه ممکنه همه جا ببینی، روزاش مثلا جلوی تلویزیون ورزش میکنه، فقط غذا درست میکنه، یه چیز خیلی روتین و عادی، چیزی که کلن با هدفهای واقعی شیده تفاوت داشته. این جنی که حالا میاد توی زندگیشون میخواد به این زن بفهمونه که تو باید بری دنبال هدفات، باید بچه و خانواده تو همه چی رو ول بکنی، که شیده این کار رو انجام نمیده و همیشه میاد دختر خودش تو اولویت قرار میده و میگه من حاضرم به خاطر اون همه چیزها رو فدا بکنم. این جن چند بار میاد این کار رو انجام میده. اول از همه همون جایی هستش که اصلا این کتاب پزشکی رو یهو میندازه جلوی شیده که اصلا برش داره و یادش بیفته همین چیزی رو مادرش بهش هدیه داده. یه جای دیگه همون جایی که گفتم توی طبقه بالا گذاشتتش و شیده از پشت بوم اونو میبینه. یه قسمت دیگه همونیه که میاد توی کشوی کتاب توش بود، عروسک تیکه پاره شده بچه رو قرار میده. یعنی میگه باید اینا رو تیکه پاره کنی، بندازی دور تا بتونی برگردی سر مسئله اصلی خودت. یه مورد دیگه اتفاقی هست که برای همسایه بالایی میفته. اصلا انگاری از بین رفتن اون مرد برای اینه که شیده یادش بیاد باید بره دنبال پزشکی تا بتونه جون دیگران رو نجات بده. خلاصه که خب میفهمیم حالا معنی این جنه چیه. یه چیز دیگه مهم که توی فیلم استعاره است کلن حجابه. ما توی این فیلم میبینیم که شیده فقط وقتهایی یه چیزی مثل چادر رو سرش میندازه که انگاری خیلی داره بهش فشار روحی وارد میشه. یکی هم اول فیلم که رفت دانشگاه، یه بارم اون آخرشه که بعد از اینکه از ایستگاه پلیس خواب برگرده خونهشون و یه جلو آینه خودش رو میبینه وحشت زده میشه. این چادره توی فیلم نماد مشکلات درونی یه آدمه، یعنی شیده همیشه این مشکلات رو با خودش داره ولی سعی میکنه وقتی که وارد خونه میشه اون حجاب رو، اون مشکلات رو کنار بذاره و با یه حالت عادی بیاد داخل خونه. برای همین هم هستش که وقتی خوش جلوی آینه میبینه کاملا میترسه، هیچ وقت انگاری تا به حال این مشکلاتش رو به چشم ندیده. خلاصه که این جن برای دختر یا همون دورسا هم یه معنای دیگه ای داره. برای دورسا معنی اینه که باید به کسای دیگری غیر از مادر خودت اعتماد بکنی، چون مادرت میخواد کار و زندگی خودش رو اولویت قرار بده. درسته که همیشه من تو همه ویدیو هم گفتم کاملا اشتباه یه نفر به خاطر بچه دار شدن یا حالا هر چیزی آرزوهاشو کنار بذاره، اما در صورتی که این باعث نشه به خانواده یا کسایی که دوستش دارن آسیب برسه، باید همچنان عشق اونا رو هم نگه داره. حالا توی این فیلم این جنه میاد هی به درسا میگه مادرتو میخواد بره دنبال درس خوندن، میخواد بره دنبال چیزای دیگه، اصلا تو رو دوستت نداره، انگاری تو باعث عذاب وجدانشی، تو انگار جلوی همه زندگیشو گرفتی، هی با این حرفا میخواد مغز این دختر بشوره تا همراه بیاد. و خب جن میفهمه برای این دختر نماد چه جور آدمهایی یا چه حرفایی هست که بهش میتونه زده بشه، اما خب هیچ وقت بهشون گوش نمیده و در آخر خودش حتی میتونه مادر خودش رو از توی اون باتلاق بیرون بکشه. سکانس استعاری فوق العاده شون همون آخرشه که گفتم حجاب معنی چیه توی این فیلم، معنی همون مشکلات درونی یه نفره. وقتی که توی زیرزمین پناهگاهن یه رفه اون جن حمله میکنه، چادرش روی هوا پخش میشه و توی این مشکلات درونی، توی این حالا همین چیزهایی که توی ذهن هر دو نفرشونه، شیده و دورسا شروع به گشتن دنبال هم میکنن و در آخر همدیگر رو در آغوش میگیرن. وقتی که انگار این زن تصمیم میگیره که درست هدفای من چیز دیگه ای بود ولی میتونم برم دنبالشون، در حالی که به دخترم یا همسرم آسیبی نرسوندم، همچنان اونا رو دوست داشته باشم، وقتی انگار به این درک میرسه و دخترش رو بغل میکنه، چادر به یه باتلاق تبدیل میشه و حالا میبینیم اونها مشکلات به معنای واقعی دارن این زن رو توی خودشون میکشن. برای همینم هم میاد دخترش رو میندازه بیرون، میگه نمیخوام تو مثلا آسیب ببینی، اما دخترش تنهاش نمیذاره، اونه که با کمک به مادر اون از باتلاق بیرون میکشلش و دوتایی موفق میشن فرار بکنن. و خب آخرین سکانس فیلم هم با اینکه دارن فرار میکنن میبینن سر اون عروسکی یعنی کیمیا وجود نداره، گم شده، که این یعنی درست از این مشکلات از این حرفا بیرون اومدی ولی همچنان قراره بیان دنبالت، هیچ وقت قرار نیست تا ابد تنهات بزنن، مهم تویی که چجوری میخوای باهاش مقابله بکنی و چجوری از پس این مقابله برمیای. خلاصه که فیلم زیر سایه به نظرم یکی از بهترین روانشناختی های ایرانیه و کاملا با استانداردهای اونوری ساخته شده. نمونهشو میتونیم توی فیلمی مثل بابادوک ببینیم. اصلا روش فیلمبرداری
مخصوصا همون فیلم برداریه و فیلمش هم طوری نیستش که بیاد با جامپ اسکر یا این ترسای یه دفعه الکی یه فیلم مسخرهش بکنه، لوس بکنه کارو. رفقا اینو بگم که من توی کانال شخصی خودم دارم یه سری ویدیو قرار میدم از تحلیل و بررسی آهنگای حالا رپ یا هیپ هاپی که معنای خیلی خفنی پشتشونه. جدیدنم آهنگ آخرین وسوسه سورینا رو گذاشتم، اگه طرفدار این سبکی حتما برید اونجا و تحلیل رو ببینید، شاید خوشتون بیاد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسیه.